سلام، آخرین برنامه نام ها و یادها در حضور آقای اردشیر زاهدی در منزل مسکونی ایشون که خاطره و عکس ها به اندازه کتاب و کمتر از حافظه ایشان برای ما گفتنی دارد. در انتهای برنامه قبلی شما از سخنرانی صحبت کردید 3 سال قبل از تغییر حکومت در ایران، در زمانی که مشهورید به این که شما سفیر غرب هستید، مدافع غرب هستید، اما اسرائیل رو برحذر میکنید از اشغال اونچه که شما اشغال فلسطینی نام بردید. ماجرای این سخنرانی چه است؟ گمان میکنم شما مربوط به دانشگاه فولتونه که اونجا هم ترومن اونجا نوتو کرده در زمان جنگ و هم چرچیل، یکی از جاهای معتبر امریکاست و هنوز هم هست و بعضی از شخصیت های دنیایی هم در اونجا آنر دیگری گرفتن، همینطور من. این ارشد که این دانشگاه به این دلیل مهمه که شخصیت‌های دنیایی رو و در تاریخ افتخار داشتم، شانس داشتم در اونجا. اما اون که می‌فرمایید در چند مورد بهش اشاره کرد. یکی این که حیف الان در دستم نیست بهتون نشون بده، خواستید بعد در اختیارتون بذارم. یکی راجع به اسرائیل گفتم ما اسرائیل می‌شناسیم، دو فکتو نه دوشو بودنش رو قبول داریم، اما اسرائیل رو محکوم میکنیم خاکش سال 69. این رو بعد بهتون یه اشاره میکنم در ترکیه بعد از اون روزی که جنگ شده یادم بندازید. دیگر اینکه راجع به مذهب گفتم که مذهب اون چی که شما فکر کنید، بازم برمیگردیم به حرفای این بزرگ مرد دنیایی سعدی، همه مذهب با هم میتونیم زندگی کنیم، همین مذهب میتونیم برخورد داشته باشیم و هیچ نباید ناراحتی از این داشته. این مختصرشه ولی اونجا چون در نطقم هست کامل هست، میتونید اگه دلتون خواست بگیرید بیرون میدم اون جملات انگلیسیشو بذارید که شاید برای مردم خودتون خوب باشه. و اما اینکه قلبه همونطور که قبلا اشاره کردم، این بعد از وزارت خارجه منه، با دومین باریست که من داره سفیر عرازت هستم در مملکت امریکا دوم، 59-61 اولین بود که موقع ایزن ها هست، این دفعه موقع عرشانت که کارتری ها هست. بنابراین این من نگفتم، این سیاست خارجی ایران بود، خواستم اینا یه جا میگم. پس یعنی پادشاه ایران با این گفته موافق بوده؟ اگر نبود من معذور میکرد. پس چرا جمهوری اسلامی ایشون رو مدافع تام و تمام اسرائیل در منطقه اعلام میکنه؟ کی رو؟ پادشاه ایران رو. جمهوری اسلامی گفت من چه؟ هر کس آزاد در فکرش، رژیم ها میان رژیم ها، هر کسی یکی در دیگر شاید پهلوی قاجار رو بکنه، قاجار رو یکی تاریخه، چون تاریخ که باش نمیدونی بازی کنید. چرا این چرا اون تو برمون جمهوری جمهوری وجود نداشت که بگم میدادش خوب نه تضمین فرمایش نه هر کسی آزاد در فکرش. البته وقتی که عادلانه نبود اشخاص چیز میکنن. گوش ما همیشه چون جمهوری اسلامی خودش رو برای اولین بار مدافع حقوق فلسطینی ها میدونه، در حالی فرمایشات شما نشون میده فلسطین ما مدافع قبل از جمهوری اسلام ایران مدافع فلسطین بود. تو فور تو چیزی است که من به عنوان نماینده پادشاه ایران و مملکت ایران امضا کردم، چیزی است که زمانی که مرحوم عدل بعد از جنگ دوم میاد و نماینده ایران میرن در علی‌الجزیره فلسطینی میشناسن، ظلمی که به فلسطینی ها شده ظلمه و خلاف قانونه. برای چیزی شما امروز در فلسطین یه زندان باز دارید، زمین مردمی گرفتید، هر شاید مستراش هم که میخواد بره بعد از شما اجازه بگیره. 2 روز پیشم که آمده 9 میلیون آمده 3000 چندین میر اضافه کرده، اما یه بدبخت بیچاره میخواد نهار بخوره توی دریا، از اون دریا یه دونه برای تمام روزش ماهی گرفت. میگید نه این چیزه بگید نه برای تو پیداش کنم، برای 2 روز پیش فرستادم. این توی نیویورک اینترنشنال چیزی نیست که از خودم دارم، اونجاست و حتی برای خانم عواسطی هم دادم بخون. بنابراین با هم اینا رو مقیاس نکنید. ما طرفدار بودیم، ما به فلسطینی ها چه در اردن و چه در بیروت لبنان کمک کردیم. اینها سیاست روز این حرف رو میزن. اون چی که منه میکشه اینا تمام امریکا امروز در عربستان سعودی زن حق نداره اتومبیل برونه. عربستان این مملکت عربستان سعودی
48 تا 49 درصدش زیر $1,000 هستن. راجع به ایران آمدن 30 سال از نفت ما رو جلوش گرفتن. عربستان سعودی خلاف قوانین اوپک روزی 12 میلیون بشکه صادر میکرد. شما رابطه خوبی داشتین با زکی یمانی؟ من با زکی یمانی کاری نداشتم. زکی یمانی با اون باید با کارش با اون آقای آموزگار می بود. من وزیر خارجه بودم میشم. میدونم. برای روابط من با آقای چیز محمود ریاض وزیر خارجه شرافتمند، نه اون که مال مصر بود ببخشید. چیز مثل برادر بودیم با هم. عکسش اونجا هست. تو کتاب هم هست. عمر سرکاف ایران آمد، من به اونجا رفتم، را با خدا حضرت ملک فیصل رابطه نزدیک داشتیم. در این حال تشریف فرمایی حضرت رسمی به عربستان سعودی بحرین عقد کردم، افتاد جزئیاتی میدونی زلی فرستادم. سیاست باید روی چیز منافع مملکت باشه، باید برای همشکنه دوستیم باید قرار باشیم باشتیم کردیم. وقتی که میخواستیم بریم به عرشت که اتوپی و رسمی که اون امپراتور اونجا عکسش میبینیم، در راه قرار شد که ما یک ساعت در چیست اکترد باید پایین بیاییم در جنده. آمدیم، پادشاه از ما پذیرایی کرد، حرفا رو زدیم، دوستان شای شد، چون در یه مرحله با هم هم عقیده بودیم، ما هم در حال حاضر یکی البته به خاطر اوپک مشکل داشتیم. نه؟ نه، مشکل اوپک اون وقت نبود، بعد شد، خیانت کردن و افسایه. نه، قاطی نکنیم با هم. این مربوط به سیاست اونجایی که ما اختلاف داشتیم راجع به اریتریه بود. اونجا مسلمان بودن در حبشه و ما همیشه سعی داشتیم که اینجا هم بتونیم از مسلمین دفاع کرده باشیم. سعودی ها هم با این نقشه و بعضی از اسلامی بود. بفرمایید مثل که سوال دارید. شتاب زدگی منو ببخشید، این آخرین برنامه است. برای بینندگان گفته باشم که همه این برنامه هایی که تا این لحظه دیدن تماما در یک روز با خستگی شما در روز 18 فروردین ضبط کردیم و به نوبت این برنامه ها پخش خواهد شد. اجازه بدید قبل از پایان این برنامه یک پرسش کلی که در قبل از پرسش چون راجع به خاورمیانه بودی بذارید من چند کلمه تموم استدام چون قاطیش نکن استدام کن. این بساطی که امروز هست، این بساطی که آدم کشیش کشتر بچه ها مردم محکومه، کشورها اگر بخونید نطق منو در لیدرز تا حدی بهش اشاره کرد، اینا خلاف قانون، اینا خلاف بشریت. مردم امروز این مهاجرین یا این ریفیوجی ها حق دارن. در اونجا پیشنهاد کردم که این همین سعودی هایی که این آتیش روشن کردن با همکاری دوستانش، کیه چیکار است؟ نخست وزیر امریکا ارشد بریتانیا فرانسه یا امریکا بگه که کسی کشوری حق داره نباشه نداشته باشه. اینا خلاف هیچ کدوم حق ندارن در سیاست داخلی دیگه کمک کرده باشه. حالا که این بدبختی ها میدونم اروپا وضع بدی داره، میدونم اقتصاد اروپا بده، به این درابین نمیخوام. چرا سعودیه نمیاد یک تریلیون پیشنهاد کردم، یک تریلیون یا نصف تریلیون از 500 میلیارد پول بذاره در بانک اروپا، خرج دوا، دکتر، لباس، این بچه های بی پدر مادر، این بچه های پدر مرده، مادر مرده در اروپا و از آزادی. چرا شما هم شما هم داریم؟ ما هم مهاجر هستیم خودمون، ولی حق داریم. چرا اونا ندارن؟ حقشون. اینا خلاف بشریت، خلاف قوانین حقوق بشر. حالا با اینا رفتاری حیوانی بود. اینا صحیح نیست، نبوده و نخواهد بود. قابل بخشش هم نیست. و باید دولت های آزاد دنیا اگه واقعا به این human right عقیده و احترام دارن، باید بهش احترام بذارن. تو فورتو رو امضا کردن بهش احترام نداشتن، مال ریفیوجی ها رو امضا کردن بازم احترام داشتن. یه بوم و حواس. هیچ وقت سنگ روی سنگ زیاد بذارید روی هم نمیمونه یا آجر اگه پشتیبان نداشت. اتفاقا پرسش من هم در پایان همین یک بام و دو هوا بود برای دو مسئله در مورد ایران. یکی مسئله 15 خرداد، یکی تغییر حکومت در سال 57. هر دوی این دو حادثه رو از دیدگاه شما می‌خواستم. 15 خرداد رو مردم تو چی؟ روزی که آیت الله خمینی ناگهان دست به اعتراضاتی زد که پشت باقی گذاشت، به تبعید او انجامید و بعدا اولا وقتی من در لندن بودم و هم وقت نظرم دادم، در اون وقت باید جلوی این آتیش گرفته می‌شد.
در اون وقت آمدم در ایران و حضرت اسلام نظام نوشتم. این آتش رو کی روشن کرد؟ ببخشید؟ کی آتش رو روشن کرد؟ 15 خرداد. ایشون آدمی بودن در اون زمان چندین گروه با هم یکیشون. ملاکی ناراحت بودن چون حضوری عدسه که رعایا و درشت و مالکی. درشت که در اینجا کمونیست‌ها کمک میکردن چون آتش باید مملکت ما روشن. در اینجا عرض که قضیه آزادی زنان عده مذهبی ها و عده ارکویسه مخالف عرض شود که گروه توده به نهزب توده ارزم توده من یه عده این قواه ها با هم شریک شد که اینه درست کنید چون در اون زمان در بلد نبودن میگن بچه نوی بقبن چی میگن نطفه بچه رو باید درست بارید که بتون غلط شد به اینجا کشید اگر هم طولانی تر میشد و یک اقداماتی نمیشد اون وقت خون تو خیابان بود ولی متاسفانه اون هم روی مهربانی اعراضت لطف اعراضت میگفت آزادی عقیدش آقا بود گفتن به خمینی بعد از اونجا هم تبدیلش کردن دو آقای پاکروان هم رئیس سابق کنید بنابراین اون اونجاست ولی باز از ماست که بر ماست شعر معروف حتما میدونید ماستی نیست که میخوریم مالون آقا بوغا خودمون تو شریف حالا در دومی چی بود؟ همین به دو حادثه‌ای که تاریخ دو حادثه‌ای که علازه تشریف بردن و اون مرد که آمد بله؟ نه 15 خرداد که ایشون موندن در داخل ایران سال که اولش بود دومی چی بود؟ نه منظورم این بود که دو حادثه اثرگذار دومی چه؟ دومی سال 57 یعنی چی؟ یعنی آغاز حکومت جمهوری اسلامی بسیار من معتقد بودم هستم و خواهم که علا حضرت و کشورش نمید خارج میشه من معتقد بودم و هستم که میشد این رو صلح کرد من اتفاقا پادشاه حسین پادشاه علا حضرت حسین علا حضرت حسن هر دو دوست من بودن برادر من بودن اونها هم آوردمشون وارد کردم علا حضرت حسن که خانوادهش خانواده پیغمبره من میتونست بفید ماها خبط ها کردیم همون خانوم ها و آقایونی که اون رفتن این بره هر کس میاد بیاد همون ها رو میگن غلط کردید من رو ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم فقط به دلیل محدودیت وقت من هم وقتم کرده 5 ساعت داری برای محبت کرده این سوال رو اتفاقا از دوست شما های دکتر نهاوندی هم که اتفاقا همین گفته رو داشتن که پادشاه نباید ایران رو ترک میکرد اگر پذیرفتیم دسیسه بیرون از مرزهای ایران بوده چگونه توقع داشتیم پادشاهی در داخل کاخ میماند و ارتش بود فردوس یا کس دیگر با یک اسلحه وارد میشد ماندن و یا نماندن پادشاه چه سرنوشتی رو برای مردم عوض میکرد پادشاه پدر مردم پادشاه رئیس ارتش بود پادشاه در یه مواقعی به این دلیل متاسفانه ولی پادشاه بی تقصیر اون حرفی هم که گذشته زدم و حالا میگم عقیده اون روزم بود نه بعد از 38 سال دنیا عوض شده بخوام اون رو بگم نشد اگه و در تمام مدت در خارج نشستن نوکریش رو براش کار میکردن همون عشق و علاقه رو بهش داشتن خودم هم این افتخار داشتم که تا آخرین لحظه در خدمتش باشم که اونای دیگه که همه میامدن رفتیم گفتیم و مزخرفات همه در رفتن همه پشت یه روز برم فرمودن وارد شد. دوستان شما که دونه دونه دارن میرن. یک ثانیه من یه دقیقه ایش را سریع کشف نفهمیدم. بعد عرض کردم گفتم منظور دولتی هاست. فرمودن بله. گفتم که هیچ وقت از شاکر پرسیدید کدوم از این آدم هایی که میگه دوستان را دوست منن هستن یا نه یا خوبن یا بدن. غیر از اون تلفنی که فرمودی راجع به دو نفر که اونا رو میخواستن تو کابینه اونا هم نمیخواستن دست بده منم شد. هیچی نفهم. ببین خیلی آسونه در مدت کوتاهی قضاوت کرد این حرفایی که ما میزنیم قضاوت نیست یه مقداری روی فکر میکنیم اگر میرم دیگه نمیخوام بادر اما تاریخ این چیزها رو روشن میکنه تاریخ هم اقلا 50 سال 100 سال بعد ازش بگذره از همه مهمتر کسانی که کتاب نویسن اگر بیشرمانه اگر بیشرفانه حقیقت نگرد برای اینکه خودشونه منم بکنن
اون تاریخ خراب میکنه. ولی تاریخ نویس در دنیا زیاده و قاضی هم زیاده. اون روشن خواهد در این که علازد که از شخصیت های بود دنیای گذشته، دنیای حال و دنیای آینده بیشتر بهش احترام داره تردیده نیست. ایران ایرانیست که مال همه ماست. ما همه الان هم مقصریم. ما چیزهای شخصی رو الان آوردیم از یک چونشو. شما برید تاریخ دنیا رو بخونید. بعض مردم رو بدونید پادشاهی که در انقلاب میشه فرانسه میخوان گیوتینش هم بکنن. میگن نون نیست، میگه برو شکلات بخور. یا مال انگلیسش. شما قضاوتتون باید عمومی و شرافتمند باید باشه. من قاضی نیستم. من یک قطعه در دریا هستم. اون چی به نظر میسه میگم اونم معلوم نیست حرفم درست باشه. برای ازدم عرض کردم توی از رای ریکار توی بی بی سی هم بود. بارها هم سنم کمتر بوده هم تجربه هم کمتر بوده. نمیگم کسان دیگه نسبت به علا ازد عشق نداشتن. شاید من چشمم کوره حسودم. این چیزهایی رو باید روش قضاوت کرد. بله. در قضاوت هم نباید عجله کرد. کاملا موضوع کنید. بشر تا روزی که بر علیهش چیزی ثابت نشده اینسنت و عرشت که آزاد بعد مگر چیزی داشته باشید. اگر اون چیزم تا روزی که محکوم نشده باز این آدم آدم آزاد است. اگر بردید زجش دارید، اگر سوزون میدش، اگر قپونه تیزا قپونی بشتدید که به سر خدا قیلی اینا خلاف شرافت و خلاف قانون و خلاف قانون حقوق بشر. ما میگیم راجع به حقوق بشر ولی عمل نمی کنیم. بسه هم دو جنج حرف بایدید. آقای زادی اجازه بدید در کمترین کلمات به دلیل محدودیت وقت از محبت شما، مهر شما تشکر کنم. برای شما سالهای سال سلامتی و شادی آرزو میکنم. هنوز در ماه فروردین هستیم، اگرچه این برنامه در تاریخ دیرتری پخش خواهد شد. بلکه پخش خواهد شد. چه تاریخی؟ اجازه بدید بعد از مونتاژ آماده معلوم نیست اون تاریخ باشم یا نباشم. یه روز آمدم یه روز میرم. ولی من از شما ممنونم. آمدید اینجا صبر و حوصله نشون دادید. با اخلاق گند من 4 ساعت و نیم 5 ساعت دارید حرف میزنید. سوال میکنید جوابتونم میدم. نهار نخوردید سه بعد از ظهر از صبح تا 10 شروع کردید. من این برم که ازتون تشکر کنم که من قابل دونستید که با هم صحبت. من از شما سپاسگزارم و بردباری کردید، حرفای من گوش کردید و خیلی خوشحالم. قضاوت بعدی هم با مردم بعضی ها خوب خواهند بود، بعضی ها بد خواهند بود. به هر دوشون این حق میدم که داشته باشم چون عقیده آزاد. و من باز یک جمله رو تکرار میکنم، جمله که درباره شما گفتم و صمیمانه است. شما فردی استثنایی هستید.